گفته می شود این هلیکوپترها در مقایسه با هلیکوپترهای MIF-10 ساخت روسیه خیلی پیشرفته ترند. هر دو هلیکوپتر از پایگاه هوایی چارلستون آمریکا پرواز کردند و به کندهار رسیدند. با این حال وزارت دفاع ملی از رسیدن هلیکوپترها استقبال می کند. نظامیان آمریکایی در افغانستان حضور دارند. از همین نوع هلیکوپترها استفاده می کنند. بنان معنایش همین است که در اراضی و آب و هوای افغانستان استفاده خوب از این هلیکوپترها می شود. این هلیکوپترها آزمایش شدند. پس از آن که کنگرس آمریکا مانع خرید هلیکوپترهای روسی برای قوای هوایی افغانستان شد، ایالات متحده توافق کرد که نیروها با طیاره‌های آمریکایی مجهز شوند. در این برنامه چند طیاره جنگی سوپر تکانو با قوای هوایی افغانستان تسلیم داده شد و حالا قرار است در مجمع 159 هلیکوپتر بلک هاک برای این نیروها داده شود. زمانی که هلیکوپتر و طیاره‌های ترانسپورتی برای ما تسلیم داده می شود، پرسنل آن از گذشته آموزش داده می شوند. پیلوت، تخنیکر و کشاف از گذشته آموزش می گیرند. در حال حاضر ما در ایالات متحده آمریکا در پراگ، پایتخت جمهوری چک و امارات متحده عربی پرسنل داریم که آموزش می بینند. ماموریت حمایت قاطع ناتو پیش از این گفته بود که برای آموزش دهی به شماره از پیلوت‌های افغان تا ماه اکتبر امسال هلیکوپترهای آموزشی به افغانستان انتقال داده می شود. در 1.5 سال برای قوای هوایی افغانستان 53 هلیکوپتر بلک هاک تسلیم داده خواهد شد. در حال حاضر برای پرواز و عملیات طیاره های جنگی بیش از 100 تن از پیلوت‌های افغان در آمریکا تحت آموزش قرار دارند. بر اساس گزارش وزارت دفاع ایالات متحده می خواهد 30 بال هلیکوپتر کایوس وارد کند، 6 طیاره سوپر تانکو و 5 بال طیاره ES-2008 برای قوای هوایی افغان تسلیم کند.